درود بر شما همراهان و یاران وفادار کیوسک در بسته اول امروز دو موضوع رو براتون انتخاب کردیم خبرهای مهمی از سیستان و بلوچستان و آمادگی این خطه برای قیامی تاریخی اما موضوع دوم هم درباره خراب شدن رابطه جمهوری اسلامی با روسیه است رژیم رسما گفته توان تامین سلاح برای پوتین رو نداره اما قبل از پرداختن به این دو موضوع ویدیوی جدیدی ببینید از شاکر بوری هنرمند مردمی که در این ویدیو به شرایط اصفناک آبادان بعد از گذشت چهل سال از جنگ حرف میزنه هفته دفاع مقدس ساروز شکست را آبادان این هم وضعیت آبادا البته وضعیت بیشتر خوزستان همینجوری و تنها جمله تکراری که توی سی خوزستان از دهن مسئولی شدیم این بود که خوزستان دینش ادا کرد به کشور شما که میخواین دیتو ادا کنید به خوزستان اصلا چیکار کنیم واسه خوزستان جز اینکه وعده علیکی بدید و هر سال ده ها میلیارد تومان پول بنر بدید به چشم بدید به خدا اگه همون پول بنر رو میدید به آبادان خودم شد تا حالا آباد شده بود آیا با این وضعیت شهری باشه که پالایشگاه پتروشیمی بنده گمرک و منطقه آزاد یعنی فرق ما با اون شهرایی که اینا رو نداره اینه که اونا انوگوشون تو فاضلاب زیر زمین ما انوگامون جلو چشامون داره رژه میره یعنی میدونه همسایمون چی خورده او مثلا دم بخت گوجه خورده از کجا فهمیدم پوست گوجه تنها دستاورد منطقه آزاد توی 20 سال واسه آبادان خودم شد فقط تورم بودن به جان خود ایش فایده نداره لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیو ها با خبر بشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم در حالی به سالگرد کشدار زاهدان نزدیک می شویم که نظام با اعلام حکومت نظامی در اکثر شهرهای کشور مانع از برگزاری مراسم سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان شده است صبح امروز اما گروهی از جوانان انقلابی زاهدان با انتشار بیانیه‌ای خطاب نیروهای سرکوبگر و مزدوران رژیم بچه‌کش جمهوری اسلامی نوشتند ما از راه رفته بر نمیگردیم آرمان ما یا مرگ است یا آزادی ما به خون همرزمان و برادران آزادی خواهمان خیانت نمی کنیم و روز جمعه زاهدان جهنم شما خواهد بود. با نزدیک شدن به اولین سالگرد جمعه خونین در زاهدان به ادعای منابع خبری دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی در حال ایجاد خاکریز و خندق در اطراف زاهدان هستند وبسایت خبری هالوش در گزارشی با انتشار تصاویری از فعالیت ماشینالات راهسازی از تداوم اقدامات دستگاه دستگاه‌های نظامی و امنیتی با حفر کانال و ایجاد خاکریز در اطراف شهر زاهدان خبر داده به گزارش این وبسایت خبری بلوچ با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین دستگاه های نظامی و امنیتی اقدام به تقویت ایستگاه های ایست و بازرسی و افزایش نیروهای خودشون در زاهدان کردند این گزارش تأکید میکنه که خودروهای سنگین مشغول حفر کانال های عمیق و ایجاد خاکریز در اطراف این کلان شهر هستند که به ادعای این منبع خبری رفت آمد شهروندان را مختل میکند این گزارش تاکید می کند که دور تا دور شهر کانال های عمیق حفر و خاکری ساخته شده تا محورهای فرعی که هر از گاهی مردم عادی و سوخت بران از آنجا تردد می کنند کاملا مسدود می شود. روز گذشته نیز ویدیویی که وبسایت خبری حالوش از عبدالغفار نقشبندی منتشر کرد نشان میداد که او با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین زاهدان از ضرورت یک اقدام سراسری در تمام بلوچستان سخن گفته است. فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی در ویدیویی که روز یکشنبه منتشر شده بود از علما و عموم مردم خواست که با ایجاد یک حرکت عمومی از طریق برگزاری اعتراضات در روز جمعه و اعتصابات سراسری در روز شنبه نسبت به سالگرد جمعه خونین زاهدان واکنش نشان دهند عبدالغفار نقشبندی در بخشی از سخنان خود گفت ما خون ندادیم که سازش بکنیم ما خون دادیم تا سرزمینمان را از خونخواران پاکسازی کنیم او به عدم محاکمه و پیگیری عادلانه پرونده جمعه خونین اشاره کرده و گفته بود وظیفه علما و عموم مردم در قبال آن فاجعه دردناک بلند کردن فریاد مظلومیت پس از نماز جمعه است آخوندهایی که ادعا می کردند این انقلاب انقلاب مستضعفان هست حامی مستضعفان هست یک سیاه پوست آمریکایی تو در کشور آمریکا اون سر دنیا توسط پلیسی کشته شد خفه شد خامنه ای در این سر دنیا فریاد اونو شنید سخنرانی مفصل کرد موضع گیری کرد اما صدای خرد شدن استخانه های ملتش رو در زیر پای خودش نشنید صدای مادران و خواهران ما رو نشنید ناله های کودکان ما رو بر سر مزار پدران مظلومشون نشنید مادرانی که در اوج فقر و تنگ دستی تنها نان آوران خونه هایشون رو کشتند اما صبر کردند مادرانی که جز آه در بساطشون نداشتند صبر کردند و گفتند ما دیه نمیخواهیم فقط میخواهیم بدونیم که به کدامین گناه ما کشته شدیم عزیزان ما کشته شدند به کدامین گناه عبدالمتین جانها کشته شدند بیایید همه ما رو از بین ببرید همه ما رو اگر بکشتن بدید مطمئن باشید اگر یک بلوچه با غیرت زنده باشه به سراغ شما خواهد آمد یقه شما رو خواهد گرفت و از شما خواهد پرسید که چرا برادران ما رو کشتید اگر شما بنای حل این قضیه رو ندارید ما هم بنای عقب نشینی نداریم اگر شما عزمتون رو جزم کردید که ظالم باشید و ظالم بمانید ما هم تصمیم من را گرفته ایم که در کنار مظلومان جان بدهیم اگر شما خنجرتون رو برای کشتن ما تیز کردید ما جگرهایمون رو برای سپر کردن آماده کردیم من از عزیزانم میخواهم که روز شنبه رو شنبه هفته آینده رو سر تا سر بلوچستان تمامی مغازه هایشون رو ببندند در اعتصاب، به اعتصاب سراسری بلوچستان بپیوندند با سکوت با بستن مغازه هایمون فریاد مظلومیتمون رو به جهان بلند بکنیم تا جهان بداند که این آخوندهای شیاد ما رو کشتند ما رو کشتند و به ما اجازه گریه کردن هم نمیدهند تا دنیا بداند که ملت ایران امروز اسیر این شیادان مذهبی هستند وعده من و تو ای جمان غیور بلوچ خیابانهای بلوچستان در جمعه این هفته پس از اقامه نماز جمعه است به امید آن روز و ما علینا الا البلاغ المبین احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته در سفری از پیش اعلام نشده و بی سر و صدا به استان سیستان و بلوچستان رفته و در چند شهر از جمله زاهدان و خاش حضور پیدا کرده است احمد رادان به صورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی به خانه برخی از سرطایفه های بلوچ رفته و با تطمیع همراه با تهدید خواستار رضایت دادن خانواده های جانباختگان اعتراضات سال گذشته شده است. رادان همچنین محمد شاهوزهی فرماندهی بومی پایگاه بسیج کریم آباد را برای امضای رضایت به خانی برخی از خانواده های کشته شدگان جمعه خونین زاهدان فرستاده است. منابع حالوش اطلاع دادند احمد رزا رادان در همراهی با قفور گمشاد زهی به منزل تعدادی از سرداران بلوچ در شهرستانهای زاهدان و خاش رفته و از آنها خواسته است از خانواده قربانیان توایف خود که در فاجعه جمعه خونین زاهدان و خاش به شهادت رسیده اند رضایت بگیرند تا او در عوض به قربانیان دیه پرداخت بکند. منابع خبری اعلام کردند احمد رضا رادان دست کم به خانه ابراهیم شهبخش، الله نظر شهبخش، عزیز احمد ریگی، خوبیار شهنوازی، علین گمشادزهی، حبیب گرگیج و یوسف نارویی که همه از جانباختگان اعتراضات هستند رفته تا رضایت بگیرند. برخی از سر ها به احمد رضا رادان گفتند مردم در این موضوع از ما حرف شنوی ندارند و او برای حل این موضوع باید به مولانا عبدالحمید گفتگو بکند چرا که این اتفاق در مصلای مکی رخ داده است فرمانده انتظامی کشور نیز با ابراز ناامیدی از حل شدن موضوع از طریق مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که شما افراد توایف خود را جمع کنید تا من به آنها دیه بدهم چون هیچ مجازاتی در کار نخواهد بود و نظام مأموران و مسئولان خود را چه در جایگاه آمران و یا عاملان از بابت این موضوع بازخواست نخواهد کرد هشتم مهر سال گذشته و دو هفته پس از آغاز خیزش ملی مردم که با قتل حکومتی مسا امینی آغاز شد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه و در اعتراض به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان تیراندازی کردند در این تیراندازی بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند که سازمان عفو بین الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خواند مردم از این روز به عنوان جمعه خونین زاهدان یاد می‌کنند موضوع دوم درباره اتفاقات جدید در رابطه با روسیه و ایرانه. روزنامه گاردین روز چهارشنبه پنجم مهر بر اساس سندی از دولت اوکراین نوشت که جمهوری اسلامی در تلاش است از ادامه تجهیز روسیه به تسلیحات برای استفاده در جنگ اوکراین فاصله بگیرد. بر اساس این سند، گزارشی 47 صفحه‌ای که دولت اوکراین در ماه اوت گذشته در اختیار اعضای گروه هفت کشور صنعتی گذاشته، ایران دیگر توان برآوردن نیازهای روسیه و شدت استفاده پهپادها در اوکراین را ندارد طبق آماری که دولت ولادیمیر زلنسکی در گزارش آورده است تنها در سه ماه گذشته بیش از 600 حمله با پرنده های بدون سرنشین به شهرهای این کشور انجام شده است در بیش از یک سال و نیمی که از حمله روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد ایران به یکی از مهمترین تأمین کنندگان سلاح به ویژه پهباد برای مسکو بدل شده و همگام با این تحول فشار بین المللی بخصوص از طرف کشورهای غربی بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش یافته است با وجود مدارک و شواهد فراوان که تاکنون در غرب ارائه شده تهران همچنان پافشاری می کند که برای استفاده در جنگ اوکراین پهباد به روسیه نفرستاده است در مقابل دولت اوکراین در بیشتر اخبار رسمی با ارائه عدد و رقم تاکید می کند که با پهبادهای ایرانی به شهرهایش حمله شده است از جمله حسین امیر عبداللهیان در مرداد ماه در توکیو گفت ما هیچ پهبادی را برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده ایم و تلاش تهران بر گفتگو و یافتن راهکار سیاسی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین متمرکز است در گزارشی که اوکراین به اعضای گروه هفت داده آمده است که ایران بخشی از خط تولید تسلیحاتی خود را به کارخانه سوری منتقل کرده اما در حال انتقال تولید پهباد به منطقه آلابوگا در تاتارستان است در این گزارش آمده است با این حال اجزا و قطعات پهبادها را همچنان تهران تأمین می کند. در گزارش 47 صفحه دولت اوکراین همچنین آمده است که 52 قطعه برقی از پهباد شاهد 131 و 57 قطعه از شاهد 136 همگی ساخت شرکت های اروپایی بوده است در این گزارش به نام پنج کمپانی اروپایی از جمله شعبه لهستان یک کمپانی بریتانیایی به عنوان سازندگان قطعات اشاره شده است این گزارش با این حال میافزاید که این کمپانی ها از قانون تخطی نکردند چرا که ایران در تولید پهباد خود را با بازار تحریمی تطبیق داده و اکنون بیشتر از قطعات تجاری در دسترس در تولید پهبادها استفاده می شود. این گزارش که نام دو پهباد شاهد 131 و 136 در آن قید شده میگوید تقریبا تمام واردات قطعات به ایران از مبدع ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و کاستاریکا انجام شده است. در پایان مرداد ماه گذشته، روزنامه فرانسوی لوموند هم در گزارشی اطلاعاتی را درباره پهبادهایی منتشر کرده بود که روسیه با الگوی شاهد ساخت ایران در خاک خود ساخته است. در این گزارش بر اساس یافته های کارشناسان اوکراینی به اولین نمونه روسی از پهباد شاهد اشاره شده بود که روزها نام شمدانی را بر آن گذاشتند. به پایان اولین بخش رسیدیم. از شما عزیزان دعوت می کنم ضمن لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در رابطه با این موضوعات در قسمت کامنت در ساعات آینده با بخش های بعدی همچنان همراه باشید و باز هم یادآوری می که حمایت از مهدی یراهی عزیز رو فراموش نکنید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.